خب نظر فقهی یه نفری میده، نظر شاذیست. خیلی خوب، قبول ندارید، پرسی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیانی نظر فقهی رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور، در مجلات در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه، یه نفر رساله بنویسه در رد او، کسی او رو قبول نداره رساله در رد او بنویسه، بنویسن اشکال نداره، با هم بحث علمی بکنن. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. یه گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رحم کنم، نمیشه اینجوری. آقایون بنده این کرسی آزاد را که رهبری خودتون یاتون هم شنیدید، رهبری چی میخواست تو حوزه قم؟ کرسی آزاد یعنی چیه؟ یعنی حرفای دیگران رو تکرار کنیم؟ اصلا معنای آزاد یعنی چی؟ یعنی اونایی که نگفتن شما بگید مورد چی بشه؟ بحث بشه، نقد بشه، قبول بشه، رد بشه، تئوریای جدید مطرح بشه. اصلا غیر از این معنا داره؟ اگر معنای دیگری داره به من بگید آقا. خب آقا بینی ما بین قبل از 8 ساله 10 ساله نمیدونم آقا کی فرموده، الان شما اثری از کرسی آزاد تو حوزه پیدا میکنید یا روز به روز عقب داره میرن آقایون؟ السلام عليكم. السيد الخامنئي هنا يقول إذا واحد اختلف وياكم مسألة فقهية، اختلاف كلامي، اختلاف عقدي، فلسفي، أي اختلاف مو مشكلة، قعدوا علميا، حطوا لكم فرد مكان، فرد جلسة، فرد منصة، علميا قعدوا تباحثوا وبالنظر العلمي نقدوا واحد الثاني، مو مشكلة النقد، مو مشكلة. أما التكفير لا تكفروا، لا تكفروا واحد الثاني، لا تكفروا. حتى يقول حتى لو خالف رأي أنا، واحد عنده رأي مخالف مالي أنا أصلا، لا تكفرونا. علميا ردوا، بالفارس يسمونه كرسي آزاد أنديشي، يعني مكان اللي قاعدون يحاورون نقاش علمي يصير، حوار حر مثل ما تقول. فالسيد الحيدري هم قاعد يحكي موجب السيد الغائد، يعني يكرر نفس حكاية السيد الغائد، يعني بروحه قاعد يقول السيد الغائد هيك قال قبل 8 سنين، قبل 10 سنين قال، هسه قاعد يعمل بيها ما حد قاعد يعمل بيها. هاي المضمون.